شما خودتون وقتی بچه بودین چی خوشحالتون میکرد؟ چی هدیه میگرفتین؟ حالتون جا میمد؟ یا بهترین هدیه‌ای که گرفتین؟ ببین خب من توی حوزه موسیقی از کودکی فعال بودم. خب پدرم همیشه برام سازهای مختلفی گرفتن و این خب منو خوشحال میکرد. مثلا یه بار پدر میومد میدیدم که برام تنبک گرفتن، یه بار زنگ میزد که علی پیانو برات خریدم، یه بار گیتار خریدم، سنتور خریدم واسم. و خب همه اینها هدایایی بود که من هیچ وقت فراموش نمیکردم. خب لحظه به لحظه زندگی من میگم وقتی تو پدر مادری داشته باشی که حتی آرزوهایی که به ذهنت هم خطور نمی کنن و خواسته هایی که اصلا شاید بعدها تو بهش نیازمند بودی رو در اون دوران برای تو برآورده کردن، خب واقعا خاطرات قشنگی و آرزوهایی که از قبل برای تو برآورده شد. قطعا همینطوره. ولی به ما نگفتین که در واقع کدومش همه بیشتر ذوق زدت رو میکرد؟ واقعا نمیتونم بگم. شاید خب من عاشق ساز بودم دیگه، مثلا پیانو خیلی دوست داشتم. یکی از اون سازها پیانو بود که پدر من برام یه شب زنگ زد، مثلا ساعت 9 شب بود، گفت علی بیا کارت دارم. رفتم اونجا و گفت که این پیانو رو دوست داری؟ و گفتم که خب اینو من برات خریدم. آخه میدونی مثلا این یکی از خاطرات خوبیه که همیشه زنگ پدرم رو یادمه که به من ساعت 9:30 بود. منم اون روز اگه اشتباه نکنم اردو بودم، از مدرسه می اومدم، از اردو برمیگشتم، با بچه ها بودم و وقتی که بدنم بهم زنگ زد گفت همین الان بیا کارت دارم، بعد رفتم دیدم اونجا اون ساز رو برا من گرفتن، خیلی خیلی خوشحال شدم. پس بابا پولدار بودین شما؟ ببین پدر من نه، خب بذار من اینو بگم، پدر من راننده ی ماشین سنگین بودن و به قول خودشون یه شوفری که عاشق بچه هاشه. ده. پدر من به سختی پول در می آورد. همین جا نمیگم نه پولدار بودی آنچنان که خب به هر حال نه نیازمند نه محتاج نشد. خدا رو شکر در حدی که پدرم همیشه میگفت در حدی داریم که نیازمند بنده خدا نشی و این کافیه. خدا رو شکر پدر من واقعا به سختی کار میکرد و اتفاقهای خوبی هم در زندگی من برام خورد با وجود و حضور ایشون. وقتی شما رو صحنه میرین، حالا تو کنسرت ها، تو مراسم های مختلف، پشت پیانو میشینین، بابا رو حس میکنین؟ صد درصد. خوابش هم دیدین؟ زیاد، خیلی زیاد. یادتونه وقتی که بچه بودین؟ میدونم که خیلی اصرار داشتین که من میتونم که تو موسیقی به جایگاه خوبی برسم. آخرین قولی که به بابا دادین چی بود؟ که بذاره شما بیاین تهران. اگه این داستان تو سن کم برگ اومدن تهرانتون رو به بابا بگین که لطف کنه. ببین عزیزم، واقعا همیشه چه گفت پند و نصیحت پدر من از کودکی این بود که هدفت رو مهمترین و اولین خواسته زندگیت قرار بده. بله. یعنی این که من همیشه پدرم میدونست، از کودکی میدونست که من عاشق موسیقی ام. این خاطره رو هم بگم که خب پدر من مخالفت میکرد که میگه موسیقی رو دنبال کن اما به شرط اینکه رشته تخصصی تو نباشه. یعنی تو یه رشته تخصصی داشته باش، چون که خب به هر حال من در بستری بزرگ شدم که موزیسین های مختلفی هم مشاور های من بودن و از دوستان پدرم بودن و خب پدر من صحنه هایی رو دیده بود که خیلی دوست نداشت من تخصصی موسیقی کار کنم. درست. اما تا اینکه مادرم ایشون رو راضی کردن که من وارد هنرستان موسیقی بشم. بعد زمانی که می‌خواستم بیام تهران یه روز خب پدرم من بعد از 7 دختر علی بعد یه پسر. یه پسر که خب به هر حال حالا من دو تا برادر دیگه دارم ولی پدر من روی من خیلی حساب باز کرده بود و خب عاشقانه منو دوست داشت. بعد اینکه زمانی که به ایشون گفتم من باید برم تهران و خب اون موقع 14 یا 15 سالم بود، بعد دوم دبیرستان یا هنرستان من میومدم تهران. بله. بابای من جا خورد، اصلا باورش نمیشد که من بگم که بابا مثلا من اگه اجازه بدین برم. ولی چون که اتفاقهای خوبی برای من رقم خورده بود توی نوازندگی و من 2 سال پشت سر هم، 11 سالگی و 12 سالگی، 2 سال پشت سر هم دیپلم افتخار نوازندگی سنتور رو داشتم در جشنواره موسیقی فارس، پدرم گفت باشه 1 سال امتحانی برو و ببین آیا اصلا میتونی نمیتونی. تک و تنها. البته خب من همخونه داشتم. بله. ولی خب خانواده ای نبود، با ما خودمون بودیم و خب خیلی جالب بود همین جان که من
قول دادم که هدفم جز هدفم به هیچی دیگه فکر نخواهم کرد و شما این اجازه رو به من بدید. با ما هم گو باشه یک سال برو و منم کنترل از راه دور مراقبت میکنم. و خب این یکی از اتفاقها و قولهایی که من به پدر دادم و پدر از من خواستن هدفم رو هیچ وقت فراموش نکنم و تا پای جون براش بجنگم. هیچ وقت یادم نمیره میگفت علی زنگ زدن گفتن پدرت مرد، اگه کار مهمی داشتی کارتو ادامه بده، چون اون کار تو و امید تو و تدبیر توئه که آینده توئه که تو رو بزرگ میکنه. اون لحظه که متاسفانه اون خبر تلخو به شما دادن شما قطعا اینجوری فکر نمی کردین؟ واقعا نه. خیلی جالبه که امروز اصلا روز تولد پدر منه. بله آخه خدا بیا مرزه تولد پدر منه و به به خیلی جالبه که حالا مصادف شده با این اتفاق ها. اما اینو بگم که حمید جان خب خوب نبود واقعا. من یه هفته حالم خیلی بد بود ولی به خدا هیچ وقت یادم نمیره من زمانی که رفتم سردخونه، چون خودم و پدر من پیکرشون توی کرمان ما مجبور شدیم تحویل بگیم، چون که پدر من رفته بودن زابل و یه بار خالی کنن اونجا توی اغمای کبدی رفتن و چون زابل بیمارستان درست حسابی نداشت مجبور شدن که توی همون آمبولانس از زابل تا کرمان بخواد پدر منو بیاره. پدر من دیگه اونجا تو اغمای کبدی رفته و یه زمانی که من رفتم بالا سرشون ایشون دیگه هوشیار نبود. فقط اثر تصادف اینه. نه 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 پدر من توی خب دو سال آخر زندگیشون خیلی دکترام تاکید کردن که آقا کار واسه شما سمه، ولی میگم پدر من چون عاشق کار و زن و بچه و عاشق زندگی بود تا لحظه آخرم کار کرد. و پدر من توی سفر میگم بار برده بودن زابل که بارو خالی کنن، توی همون موقع حالشون بد میشه و دیگه خودشون به بیمارستان وقتی مراجعه میکنن متاسفانه دکتر میگه که ما اینجا نمیتونیم کاری کنیم، سریع باید شما بری کرمان. توی این فاصله که با آمبولانس بیارنشون کرمان پدر من میره توی اغمای کبدی و خب دیگه آخرین دیداری بود که ما آذر ماه 87 هیچ وقت یادم نمیره بین عید قربان بود تا عید قدیر خون که من عید قربان رو همیشه خب زنگ میزدم به پدرم تبریک میگفتم، چون که پدر من نذر کرده بود واسه من آخه آقا اگه پسر گیرم اومد من سعی میکنم از الان هر عید قربان نذری بدم. و متاسفانه زمانی که خب خبر بعد یادم آخرین بارم تلفنیم که با من صحبت کردن گفت علی سری خودتو برسون میخوام ببینم، ولی دیگه زمانی که من رسیدم اونجا پدر دیگه هوشیاری نداشتن. اما میگم خیلی یک هفته بسیار حال بدی داشتم، ولی از اونجایی که همیشه دستان خدا، حضور خدا، بله، مهر خدا رو تو زندگیم در پدرم هم دیدم، یعنی اینو پدرم هم به من یاد داد، هیچ وقت ناامید نشد و ادامه داد. علی آقا تولد بابا رو تبریک میگیم بهشون. بله من روزم پستو گذاشتم و خیلی جالبه پدر من همیشه یه ترانه میخوندن برای من، اتفاقا پستم هم همین پرستویی شد و پرورزنم رفت به صحراهای بی نامونشون رفت. و من دقیقا همون سالی که پدر رفتن من این کار رو رفتم ضبط کردم و امروز با یه سری از عکساشون اینو پست گذاشتم. ولی تبریک میگم به خانوادم، به مادرم که اینم بگم مادرم من 13 سالش بوده ازدواج کردن، پدر من 18 سالش بوده اولین بچهشون 14 سالگی، یعنی مادرم 14 سالش بوده که اولین دخترش رو میاره. تبریک میگم به 7 تا خواهرم، تبریک میگم به 2 تا برادرم که ما قدردان زحمات پدرم همیشه بودیم و هستیم و میدونم که خواهیم ماند. یه خاطره جالب تعریف کنم، یه بار گفتم بابا بذار قدردانی تمام این زحماتی که تا امروز برای من داشتی یه بار روی صحنه ازت تشکر کنم. شیراز بودی وقت یادم میاد. بله قسم داد به من بود جان من این کارا الان نه آفه. نه بعد من هرچی میگفتم آخه چرا، میگفت نه. بعد خیلی جالبه من ردیف یک برایشون صندلی گرفتم ایشون نیومد بعد ته سالن نشست، فکر میگم من این کارو میکنم سورپرایزش میکنم. حالا پیش خودم گفتم کاش اصلا نگفته بودم که من اونجا تشکر میکردم و خب امروز دارم این کارو چون که فرصت از دست دادم، ولی سعادت اینو نداشتم هیچ کاری کنم. یک بار میگم این به ذهنم رسید که بابا بذار که من تشکر کنم ازت، ولی
آقا از المانای دهه 60 کدومشو بیشتر دوست داشتین؟ خب ببین همین جنان الان امروز بچهای امروزو که میبینم، خب بازی‌های کودکانه ما مثل هفت سنگ، مثل بله. زو، مثل نمیدونم خیلی خیلی بازی‌هایی که گل کوچیک بعد نمیدونم یادت کلوپایی که زده بودن ما میرفتیم سگا بازی میکردیم، نینتندو بود نمیدونم میرفتیم من آره من عاشق سگا بودم خب آره. بعد دیگه خب حتی کارتونایی که میدیدیم نمیدونم فیلمایی که پخش میشد اون زمان، اینا همه برای من خب یه خاطرات جالبیه که بعضی موقع میشینیم با بچه‌ها حرفشو میزنیم صحبتشو میکنیم اصلا میریم توی دنیای دیگه. بعد همین امروز با یکی از همهنرستانیام داشتم میگفتم که یادت شیراز آش سبزی میگرفتیم بعد نارنج میکندیم از درخت مدرسه‌مون با نون سنگک میخوردیم، میگفت وای علی هنوز طعم اون زیر دندونای منه یادم نمیره. خب همه اینها برای ما خاطره شده و انقدر قشنگ و انقدر بعضی موقع من سفر میکنم توی اون دوران برام جذاب. اما امیدوارم سوال باحالی بودی، نمیدونم بچه های امروز هم آیا مثل ما این، چون که دیگه تو کوچه ها من میبینم اصلا بچه ای نیست نمیذارن اصلا نمیدونم با حضور این تبلت و موبایل و دیگه تو دست همه بچه ها همه چی هست، آیا واقعا کارتونی هست به اینها یا فیلمی هست که باش خاطره بسازن؟ نمیدونم.